مثلا بعضی از این افراد عضو همین سازمان‌های دست چپی که ایرانی هستند، پرویز ثابتی، مرموزترین چهره امنیتی ساواک، متولد 6 فروردین 1315، مسئول اداره سوم ساواک در سالهای 52 تا 57، رئیس ساواک تهران و تحلیلگر ارشد امنیت داخلی. پرویز ثابتی در تمام عملیات‌های پرسر و صدای سالهای 52 تا 56 نقش اصلی را بر عهده داشت. او به خاطر گزارش‌ها و تحلیل‌های خود بارها از طرف شاه مورد تشویق قرار گرفته بود. مهمترین مصاحبه او در کتابی با عنوان در دامگاه حادثه چاپ شد که فضای سیاسی ایران شخصیت‌ها و مأموریت‌های او در زمان شاه را روایت می‌کند. گروه‌های مارکسیستی، جبهه ملی و نهضت آزادی را تروریست خطاب می‌کرد و در مورد آنها می‌گوید آنها زمانی شیر شدند که شکار گرگ ممنوع شد. او در سال 57 از ساواک برکنار و با نام مستعار عالی‌خانی از کشور خارج شد.